اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک. خب بس دیگه، خیلی خسته شد. سلام بچه ها، چطور؟ امیدوارم هر جا که باشین حالتون خوب و عالی باشه. بچه اومدیم روم تور من انجام بدیم و اینکه دیگه موقع شد. اما قبل از اون یادتون نره که کانال یوتیوب من خوشگلو کانال یوتیوب خوشگل من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و توی کامنت برای من قلب بذارین، قلب قرمز. و اینکه اون زنگ نوتیفیکیشن هم هست، اونم بزن که اگه ویدیو جدید آپلود کردم اولین نفر باشی که با خبر میشی و ریکامندش از بالا بیفته روی صفحه. لوزک افتادم. داری فیلم میگیری؟ اوکی. خب بچه، داشتم میگفتم از کجا شروع کنیم. از یکی از مهمترین چیزهای کاربردی که برو کنار پدرم نمیخوره دیگه. خب بیا اینجا، کنترل کولر رو داریم، مدل پاناسونیک. اون نمیخواد بگیری، ممنونم. مدل پاناسونیک رو داریم. خلال دندون یکی از اجزای مهم، اصلا فوق‌العاده. میبینید این، میبینید برای چی خوبه بچه ها؟ نو ایتس وود چوب یا سک یا ولی نه جدی بدون شوخی. یه دونه هارد داشتم من. این هارد رو من فکر میکنم مدلش چند ساله دارم، من فکر میکنم مدلش 5-6 ساله. آره راهنمایی بودم، دارم 500 گیگه. اون موقع 500 گیگ نبود، من اینو داشتم. بعد هنوزم کار میده، بعد زده ضربم هست. شد دیگه کار نمیده. نه کار میده. هدفون چیه اسمش امیر؟ بچه، یکی از آشغال ترین هدفون هایی که من دیدم. خب اول اینکه اصلا مرغوب نیست، معلوم نیست، احتمال داره زود بشکنه، اصلا رو سرتون اذیت نمی کنه. بعد میکروفونش خراب شد بعد از یه هفته، کلا آشغاله. این سری رو نخرین. سری ریزر اوکیه، وسایلاش اوکیه، ولی این سری هدست اصلا مناسب نیست واقعا. زیر 2.5 خرید نزنید. آره این بده. خب اینجا چی داریم دیگه؟ یه دونه کیس دارم، یا اینجاش بگیر خوشگله ماما. این مامانه، مامان بیا این بر، بیا این بر. یه دونه کیس دارم که اینجا یه ذره کثیف، حالا دیگه برای کثیف میشه. اینجا مثلا میتونیم رنگاشو عوض کنیم. کدوم بود خوده؟ چرا عوض نمیشه؟ آه اینجاست، این قسمته. اینجا کلا رنگاش عوض میشه، مدل های مختلف میشه. این برش هم هست. حالا شبا که بشه، تاریک که بشه، الان بذار چراغو ببینم. تاریک که بشه الان میبینین این قشنگ داره میخوره، ولی خب رینگ لایت اونجاست، بعد این ذره اذیت داره میکنه، ولی خب واقعا قشنگه. یه دونه نور شلنگی دیگه هم دارم که زیر اینه و اینجاست، اینم رنگش عوض میشه، ولی فعلا رو آبیه و اینقدر وسیله زیاده نمیدونم کدوم بگم. خب یه دونه موس لاجیتک دارم که یادمه که گتینگ اوورید که بازی میکردم اینقدر دستم عرق کرد این لیبلش رفت کلا. خب با یه دونه کیبورد لاجیتک دارم، دیدم که مثبته. یه آیفون 7 دارم، یعنی کل کارم من با این شروع کردم، اوایل کارم. یعنی من این بده، یه ویدیو گذاشتم، حالا این بالا بالا براتون میذارم، دوست داشتین ببینید که کار من از کجا شروع شد. خب دیگه چی داریم امیر؟ این که اسپیکره، اینم که رم دوربین، دوربینو بهتون نشون میدم. رمش هم سندیسکه. یه اون رم ریدر دارم، این خیلی بچه ها خوبه، سیلیکون پاور. این مارک عالیه، فوق‌العاده است واقعا، خیلی اوکیه. یه دونه چیز دارم، لاجیتک خیلی قدیمی دارم، از این استفاده میکنم، همینجوری گذاشتم. این برای زمانی که من ویدیوهای گیم درست میکنم و لاجیتک بکنم HD 1080 هم هست، بعد به یه پایه هم وصله، بعد از اون برم به کیس وصله. قند شکر تو من زشته. آه ببخشید، قند شکر رو ببندیم زشته. آره میدونی که ما یوتیوب میریم که یوتیوب که فیلتر نیست، کلن بازه، همه میریم اوکی، کلن فعالیت میکنیم اونجا. یه یعنی مانیتور داریم بچه ها که LG نمیدونم چند هرتز و چیه دقیقا. مدل علکی بگو بندستنگ میشه. مدل کاتانا نژاده. آره بعد اینکه آ این بعد چی داریم؟
فلش هم بگیرم دیگه، همه دارم میگیرم. این برای آیفون همه، این هم فلش همه. فیلم ها رو میدم به امیر اونجا بره ادیت کنه. تبدیل یک به دو. آه این خیلی مهمه. راستی از کیسم بهتون نگفتم، راستی مشخصاتش. کیسم زد 5 مدلش با همین رنگای همین رنگا رو بهت میده. چقدرم کثیف شده همین. بیا داخلش بگیر همینجور من توضیح بدم ببینم چیا داره. سی پی یو کور آی 5 نسل 10 داره. گرافیک جی فورس 1650، رم 16 و چیز دیگه هم داره کیس. آره دور ننداز. خب بیشتر از این نمیدونم. میدونم اسپیکر هم که گفتم این واقعا گاده بچه ها، واقعا گاده. یه دونه میکروفون آدیو تکنیکای آتی 2050 که واقعا فوق‌العاده است. و اینکه یو اس بی نیستش، حتما باید کارت صدا داشته باشین. یه پایه هم براش گرفتم که این پایه هاست که بچه ها میرن پای منبر باش صحبت میکنن، از همون مدل هاست. وصل از پشت به کارت صدا. کارت صدا هم که ماشاءالله خاک گرفته. مدل کامپلیت آدیو 1 و واقعا کارش اوکیه، فوق‌العاده است. خب اینم که روبیکه که همیشه حل میکنم. الان مثلا بخوایم براتون حل کنم، خب به همین سادگی حلش کردم براتون روبیک رو. بعد یه دونه لپتاپ لنوو دارم که من بازم ادامه کارم وقتی که با گوشی ادیت نمیکردم، لپتاپو که گرفتم دیگه شروع کردم با لپتاپ. رم 8 داره، گرافیک AMD داره، کور آی 7 و نسلش رو نمیدونم، گرافیکش هم نمیدونم، گرافیکش فکر کنم 2 باشه. بعد این دوتا لامپ هم بگیر. اینا بچه ها با گوشیم عوض میشه رنگش، حالا چون با گوشیم داره فیلم میگیره نمیتونم رنگش رو عوض کنم. البته با گوشه دیگه میتونم عوض کنم رنگش رو، ولی خب این رنگش عوض میشه. هر رنگی که بخوام میتونه باشه، رنگش رو میتونم کم و زیاد کنم. بعد حالت رقص نورم داره، مثلا دارم صحبت میکنم رنگش بالا پایین بشه، رنگین کمونی بشه و و و هزار تا چیز دیگه. خب دیگه چی داریم؟ خدایا من زمانی که میخوام ویدیو بگیرم اینجا میشینم، دوربین اینجا، دوربینم بگیر و حالا پشتمو بگیر، رینگ لایت هم هست. آره پشتمو قشنگ رنگی میکنه. این چراغ هم من میبندم زمانی که حالا چیزا رو بذار ببندم، از طرف رینگ لایت بگیر ببین قشنگ میشه یا نه. خب الان چطوره؟ خود داره دمی داری میبینی؟ آره قشنگه؟ بله. پشتم قشنگ رنگیه؟ بله. آره خلاصه بچه ها اینطور. خب دیگه چی داریم؟ این یکی از واجباته، یعنی صندلی گیمینگ. بچه ها اینی که میبینید دی اکس ریسر نوشته که اصلا اسپانسر نشده، که اصلا ولش کن، اینو خودم رفتم خریدم. بعد اینکه واقعا صندلی گادیه، واقعا گاده. ولی از آپشناش برامون نمیگی؟ چرا عزیزم؟ من کن اصلا یکی از آپشناش این که یکی از این صندلی قدیمی ها رو دیدی؟ آره. چوبی هن بعد اینجوری میشه، این هم اینجوری میشه. بعد عینا داره اشتایی میتونی روش بخوابی. بعد میاد بالا پایین، جلو عقب، چپ و راست. دیگه چی؟ دیگه بالا پایین هم که دیگه میشه دیگه. حالا من اومد بالا. این از این. بچه صندلی خیلی خیلی مهمه، یعنی من حس میکنم واجبتر از دوربینه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مثل شاه وابسته نیستیم، فهمیدی؟ اجزای بدنت، کمرت، دستت، پات، کمر و گردن مخصوصا خیلی اجزای حساسی هستن. و من یادمه این اواخر که داشتم اینو میخریدم کمرم اینجوری شده بود دیگه، واقعا نمیتونستم کار کنم چون زیاد پشت سیستم بودم. ولی الان راحت میشینم قشنگ کارامو میکنم. و به نظر من حتما یه صندلی گیمینگ بگیرین اگه کارتون با کامپیوتره، خیلی مهمه. خب دیگه چی داریم؟ صداش خالی، صداش خالیو بکن. اینم محصول برام فرستان، اینو دستم میذارم روشون، نمیخوام بفهم از چه برندیه. چند تا محصول برام فرستان من بررسی کنم. اینام که میبینین ورقای رنگیه که من زمانی که دارم ضبط میکنم میندازم پشتشون رو ترکیب میکنم.
اینم که این نور شلنگه و اصلا پشت این، این نور یکی از آشغال ترین نورایی که تا الان وجود داره، نور SMDL اگه اشتباه نکنم، ولی پایش واقعا گاده، یه پایه واقعا حرفه‌ایه. اینم میزه، میزه کامپیوتر بوده، بالاش یه میز دیگه قرار داشته ولی خب من جداش کردم، تو کشم که هزار تا خرت و پرت هست و پایینم همینطور. این نورا البته تنظیمات هم داره، این برا بگیر، این نوره اینجا این قسمت تنظیمات داره، قشنگ میتونی رنگا رو مشخص کنی، یه رنگ سفید داره، یه رنگ زرد داره که میتونی ترکیب کنی. بعد یه چیز بدی که داره اصلا دکمه پاور نداره، یه سره بزنیمش توی برق نشونش بده. این مدلش چیه؟ SMDL ایرانیه، مثل نه نه نه. اینم یه دونه ایرپاد چیزه میترسم بلوتوزمون روشن باشه صدامو قطع کن. آره یه دونه ایرپاد سری دو نرماله، اینم که همه داشتم میگرفتن موقع منم ذوق داشتم با این گوشی گرفتم، یعنی با این کار میکردم موقع با آیفون 11 کار میکردم. لپتاپو گفتم، لپتاپ هم راستی SSD داره، اینم SSD 512 هم داره کیسم، که واقعا باید SSD داشته باشین شما. خب بیا اینجا، یه نه دوربین کنون 90D دارم با لنز فکر میکنم 135 میلیمتری یا همچین چیزی، دوربین مناسبیه ولی خب مثل سونی نمیشه. الان همه دارن سونی میگیرن و به نظر من سونی خیلی بهتره. دو تا پایه هم گرفتم براش، این دو تا پایه واقعا فوق العاده است، اولی که حجم کمی میگیره، دومی که راحت تکون نمیخوره، واقعا فوق العاده است. این رینگ لایت هم گرفتم، رینگ لایت هم خیلی خوبه، نشونتون بدم رینگ لایت دکمه پاور علاوه اینکه داره کم و زیاد که میشه نورش، ترکیب رنگ هم داره، مثلا این زرده، این زرد و سفیده و قاطی میشه، کلن چیز خفنیه. آه شاید براتون سوال باشه که اینا چی هن؟ وای به اینا میگم پنل آکوستیک. چرا از اینا استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه زمانی که داریم صحبت میکنیم احتمال داره که صدامون اکو بشه، و زمانی که من اینجا اومده بودم وسیله‌ام کم بود، صدام اکو میشد. اینا رو زدم، اکو صدامو خیلی کمتر کرد، روی سقفم زدم و این سمتم زدم، بیشتر زدم، لوزیش کردم که یه ذره خوشگل بشه، قشنگ بشه. بعد همین بچه اینم که اینجا اینم که اینجا میبینید تختمه. این خراب بود واقعا تختمه. و بعد از کارم میام اینجا، جای مخفیش واسمون بگو، جای مخفی این تخت ایناست، اینجا که مثلا مامانا دیدی دعا میذارن، اینجا میذارن، دوتا هم اینجا داره، زیرش هم میتونیم باز کنیم که الان حوصله ندارم واقعا. و این پرده هم گرفتم برای اتاق، قبلا نبودش و واقعا اول اینکه فوق العاده است، به خاطر اینکه وقتی که ویدیوهای گیمم میگیرم تیره میشه پشتم و خیلی خوشگل میشه. و اینکه همین، بذار من برم اونجا، همین بر باید برم، یه سیمه اینجاست. یه دونه میکروفون بویا انوان هم دارم که به گوشیم وصله، الان خواستم با دوربین بگیرم ولی گفتم که با گوشیم بگیرم که حس کردم که بهتر میشه. و این میکروفون اول میکروفونی بود که گرفتم، بعدش دیگه سری رفتم آدیو تکنیکا گرفتم، این بلوتوزی هم نگرفتم و خیلی نویز داره، ولی برای کسی که اوایل کارشونه اوکیه میتونن استفاده کنن. یه دونه آپشن هست توی برنامه پرمیر که افکت اونو میندازی روی ویدیوه و نویزشو خیلی کمتر میکنه، ولی خب اگه بودجهشو دارین این نخرین. و اینکه زمانی هم که من گرفتنش فکر میکنم قیمتش 120 تومن بود، 110 تومن بود، الان فکر میکنم 600 700 شده، به خاطر که تقاضای مردم که رفت بالا برای تولید محتوا گرونش کردن. ولی این خیلی فوق العاده است، اصلا نویز نمیندازه، اصلا میکروفون خوانندگی دیگه، اصلا نویز نمیندازه. و اینکه از همه چی گفتم، یه چیز دیگه مونده، نمونده دیگه، میزم دارم. میخواد دمپاییات هم بگیم؟ آره دمپایی دارم، تنتاک نه تبدیق میشه، اینم نه دمپایی دارم، دمپاییم نایکه، آره نایکیه قشنگ،
آره این فیک هم نیستا، کاملا اورجیناله، از شرکت نایکی گرفتم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین. چه مربع قرمز است، همونو بزنین کلیک اون روش تمام بشه بره. اینجا این مربع قرمز رو بزن تمام بشه بره. حتی مستطیله دیگه. آره درسته جناب. مستطیله. و اینکه این زنگوله هم هست، چرا زنگوله درست نمیکنه واسه من توی کلیپ که من اینجا بذارم یه شوتش کنم بره اون بر؟ یه زنگوله نوتیفیکیشن هم هست. خب اینجوری چین بزن روی زنگوله تا ویدیو من ریکامند بشه و بیاد روی صفحه تا من تا تو ویدیوهای خوشگل منو ببینی و از ویدیوهای من لذت ببری. و اینکه لایک ویدیو و کامنت هم به هیچ وجه فراموش نشه که باعث دلگرمیه. تا ویدیوهای بعدی هم بدرود.